فرونشست زمین در استان اصفهان مدت هاست که از مرحله هشدار گذشته و امروز به بحران تبدیل شده. علائم نشست زمین در نقطه به نقطه این استان دیده می شود و حالا به مناطق مسکونی رسیده. بحرانی که علت اصلی آن خالی شدن آبخان هاست. علاوه بر دشت ها، بیشترین نشانه های فرونشست زمین در مناطق مسکونی در نقاط شمالی شهر اصفهان مثل ملک شهر و خانه اصفهان دیده می شود. فرونشست ها به سمت مرکز اصفهان در حرکتند و اگر فکری به حال آبخانهای خالی این استان نشود، ساکنان آن مجبور به ترک محل سکونت خود خواهند شد. حداقل نشست مجاز ساختمان 2.5 و حداکثر آن 5 سانتی متر است، اما در برخی مناطق اصفهان خانه ها با نشستی 10 تا 15 سانتی متری روبرو شدند. طبق آمار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، سطح آب‌های زیرزمینی دشت اصفهان برخار سالانه 1 متر افت می کند. هر سال حدود 311 تا 511 میلیون متر مکعب آب از چاه ها برداشت می شود و حجم آب در آبخان اصفهان برخار که در سال 1361 حدود 7.5 میلیارد متر مکعب بود، در سال 1399 به حدود 4.48 میلیارد متر مکعب رسید. عدم اطلاع رسانی خیلی از مسئولین ما که توی در واقع برنامه ریزی کلان کشور رو می کردن، این باعث شد که عدم شناخت، عدم این اطلاع از اینها باعث شد که آمارهایی که میدادن آمارهای غلط و اشتباهی بود. این باعث شد که ما اصفهان از اون لحظ، از اون که بعد که بازدید کردن و بعد اومد میدانی رو کار کردن و خودشون برداشت کردن، به این نتیجه رسیدن که حرفای ما درسته. بحث پسابوش برنامه‌ریزی کردن خیلی خطرناکه. یک زمانهای قدیم دوستان میدونن ما یه چای تو خونمون داشتیم، آب می‌کشیدیم، استفاده می‌کردیم، شو یه چای کنارش هم پساب داخل اون و حقابه سفره‌ای زیرزمینی داده می‌شد. حالا من کاری به جنبه‌های بهداشتی نداشتم که چه مشکلاتی داریم، چه مسائلی داریم توی انجام بشه. اتفاق که افتاد، اومدیم تو شهرها فاضلاب رو ایجاد کردیم، لوله فاضلاب کشیدیم، آب رو دیگه نداشتیم اون حقابه زمین از پساب داده بشه، پساب رو منتقل کردیم توی تصفیه خونه که اونجا بس. ما نیومدیم پساب رو تصفیه کنیم و دوباره برگردونیم رو به سفره زیرزمینی، اومدیم برای اون پساب برنامه‌ریزی کردیم، بارگذاری کردیم روی صنعت و کشاورزی بر اساس اون پساب. و حتی جالبتر اینه که ما خطرناکتری که داریم الان هشدار میدیم این است که میام پساب رو انتقال بین حوزه‌ای میکنند، یعنی از یک درش انتقالش میدن این پساب رو به درش دیگه. دشت نجف‌آباد پساب رو منتقل میکنیم به دشت لجانات، یا از دشت نمیدونم برخار میگم داریم این انتقالش میدیم مثلا به دشت مرچخور، یا نمیدونم دشت دهقا علویجه، یا دشت‌های دیگه. یعنی انتقال بین حوزه‌ای توی پساب هم خطرناک است. این مشکل بناهای تاریخی را هم تحت تاثیر قرار داده. مجموع نشست برآورد شده برای میدان نقش جهان 46 سانتی متر است که بخشی از آن اتفاق افتاده و بخشی دیگر در حال وقوع است. در منطقه حبیب آباد نیز این میزان نشست 181 سانتی متر است و برخی ساختمان‌ها در این مناطق چرخیده و برخی دیگر ترک خوردند. استان اصفهان بالاترین نرخ فرونشست را در میان استان‌های کشور دارد و 35 دشت موجود استان که 91% وسعت آن را در بر می‌گیرند، 27 دشت ممنوعه و از میان آنها 10 دشت در وضعیت ممنوعه فوق بحرانی هستند. کارشناسان علت این وضعیت را تمرکز استان اصفهان بر کشاورزی می‌دانند. سطح زیر کشت برنج استان اصفهان حدود 1500 هکتار است و سیاست‌های ناکارآمد در حوزه کشاورزی نتوانسته کشاورزان را قانع کند که محصولی را جایگزین برنج کنند. در این استان کاشت برنج منع قانونی ندارد. اصفهان با 10000 حلقه چاه غیر مجاز پس از آذربایجان غربی و تهران در رده سوم دارندگان بیشترین چاه غیر مجاز در کشور قرار دارد و بیشترین برداشت غیر مجاز آب هم در این استان توسط چاه‌های مجاز انجام می‌شود. در مورد این ترکی که الان شما عکس گرفتین و تشریف آوردین اینجا، این یه مدتی تقریبا میتونم بگم که حدود 5-6 ماهه که این ترک‌ها الان بیشتر شده. قبلا خب ترک‌های ریز داشت، به مرور زمان این ترک‌ها زیاد، حالا علتش هم نمیدونم. من هم مغازه نشسته بودم، کارمندم هم دمه در بود، یه دفعه دیدم که یه صدایی اومد، کارمندم دوید رفتش اونجا، منم پشت سرش رفتم دیدم که بند خدا یه دفعه رفته پایین. روز شنبه اومدم دم مغازه، ایستاده بودم
روی به اصطلاح کف مغازه که یه دفعه کف مغازه فرونش هست و حدود تقریبا 2 متر رفتم زیر به اصطلاح هوارا و خاک ریخ رو ما دیگه به اصطلاح همسایه‌ها دویدن و از زیر خاک درم آوردن. دوستان داد می‌زدم من اینکه پیش از انقلاب وسعت اراضی کشاورزی در استان اصفهان 70 هزار هکتار بود که حالا به 170 هزار هکتار رسیده. این یعنی 1.7 میلیارد متر مکعب نیاز آبی و 2 برابر آورد طبیعی زاینده رود. یکی از مهمترین خطاهای راهبردی که در این استان رخ داده، ساخت تونل‌های انتقال آب و تأسیس صنایع آببر مانند ذوب‌آهن و فولاد است که تناسبی با ملاحظات محیط زیستی اصفهان ندارند. کارشناسان میگویند برای تغذیه آبخان اصفهان برخار 2 راه وجود دارد: جاری شدن زاینده رود و توقف برداشت از این آبخان، چون در صورت اتمام منابع آبی آبخان این دشت حتی اگر باران هم ببارد دیگر توانی برای تغذیه آن باقی نمانده. بنا شدن صنایع آببر مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن در شهری کویری و خشک مانند اصفهان و پافشاری بر انتقال آنها از کنار خلیج فارس از ریشه های خشکسالی چند ساله این استان است. گسترش مداوم فازهای این صنایع در کنار اشتباه در انتخاب محصولاتی که در امتداد زاینده رود کاشته می شوند منجر به افزایش مصرف آب در استان اصفهان شده. الان شما داریم آب با تانکر میارن، یه روزی با سطل میارن، یه آب میدن در خونه شما، میگه این سم حقابه شماست. این اتفاق میفته. شما 20 سال پیش کنار زاینده رود میشستی باور نمیکردی که این بشه خشکه بود. 20 سال پیش خیلی زمان دور نیست، اما الان اتفاق افتاده و شاید خیلی نزدیکتر از اینه، شاید 10 سال دیگه، شاید 5 سال دیگه این اتفاق برای آب برای ما اتفاق میفته که ما آب حتی برای خوردن نداشته باشیم. چه برسه به کشاورزی؟ هی بیان میگن 90% تو کشاورزی مصرف میشه، نه چقدر درصد تو صنعت مصرف میشه. چی کار کردیم؟ آب انتقال بین حوزه از کارون آوردین تو خلیج، تو زاینده رود، تو حوزه فلات مرکزی، از فلات مرکزی انتقال دادیم بردیم تا کرمان. کار بسیار اشتباه، چون کارشناسی نشده، واقعا پشتش کارشناسی نبوده. چقدر تاثیرگذار؟ اصلا نبوده. اصفهان اومدیم خشکش کردیم، یعنی نه یزد راضیه، نه چهارمحال راضیه، نه اصفهان راضیه. هر سه تا استان اومدیم خشکش کردیم. اصفهان سرسبز ببین چه بلایی سرش آورد. تقریبا همه حوزه‌های آبخیز کشور با بحران فرونش است روبرو هستند. 8 میلیون هکتار اراضی زراعی در کشور وجود دارد که در تمام آنها فرونش است رخ داده. با توجه به مطالعه 381 سایت در سراسر ایران مشخص شده سالیانه حدود 10 سانتی متر فرونش است زمین در کشور رخ می‌دهد.